گلچین بهترین و زیباترین سخنان مارک توین، نویسنده برجسته آمریکا. تقدیم حضور گرمتان. دوستان عزیز، بعد از مشاهده ویدیو لطفاً در کامنت هایتان جمله مورد پسند خود را بنویسید. سپاسگزارم. راز پیشرفت در آغاز کردن است. راز آغاز کردن در آن است که وظایف سخت و پیچیده خود را به وظایف کوچکی که قابل مدیریت کردن باشند بشکنید و سپس از نخستین آنها آغاز کنید. 20 سال بعد بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس می‌خوری تا کارهایی که کرده ای. بنابراین روحیه تسلیم پذیری را کنار بگذار و از حاشیه امنیت بیرون بیا، جستجو کن، بگرد، آرزو کن و کشف کن. بهترین راه برای درک هر چیز تجربه کردن آن است، چون با حدس و گمان هیچ وقت دانا نخواهی شد. اساساً دو نوع مردم وجود دارد، کسانی که به دستاوردهایی میرسند و کسانی که ادعا میکنند به دستاوردهایی رسیدند. گروه اول خلوت‌تر است. زندگی کوتاه است. قوانین را بشکن، سریع ببخش، آهسته ببوز، واقعی عشق بورز، بی اختیار بخند و هرگز از چیزی که باعث لبخند زدنت می شود پشیمان نشو. الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد. تفاوت بین حرف راست و حرف تقریبا راست مثل تفاوت سائقه است با کرم شبتاب. یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد. اما در همین مدت یک حقیقت هنوز دارد بند کفش‌های خود را می‌بندد تا حرکت کند. عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند. برای بهترین ایده منتظر نمان. ایده بهتر را انجام بده، بهترین نیز به دنبال آن خواهد آمد. اگر وظیفت این است که قورباغه‌ای بخوری، بهترین کار این است که آن را اول صبح بخوری. و اگر قرار است که دو قورباغه بخوری، بهتر است که بزرگترین قورباغه را اول بخوری. زندگی بی نهایت شادتر بود اگر در 80 سالگی به دنیا می آمدیم و به تدریج به 18 سالگی می رسیدیم. مشکل این نیست که تعداد احمق ها زیاد هستند. مشکل در توزیع نامناسب آنهاست. کاش هیچ وقت حس ترس را تجربه و کشف نمی کردم. این حس لحظه هایم را خراب و شادیم را از بین می برد. انسان برای کسب محبت دست به خیلی کارها میزند، اما برای تحریک حسادت دیگران هر کاری که از دستش ساخته باشد انجام میدهد. کسی که نتواند خود را مهار کند بدون شک قادر به مهار دیگران هم نخواهد بود. بهتر است دهانت را ببندی و احمق به نظر برسی تا اینکه بازش کنی و همه بفهمند که به راستی احمقی. زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه و عقل نیست. چاپلوس‌ها تنها همانند دوست هستند، همانطوری که گرگ‌ها به سگ‌ها شباهت دارند. صادق‌ترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و دائمی‌ترین رفیق برای هر کس کتاب است. نبود پول ریشه تمام شرارت هاست. کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید. انسان هیچ وقت بیشتر از زمانی که اعتراف می کند دروغگوست با صداقت تر نیست. بهترین راه برای درک هر چیز تجربه کردن آن است، چون با حدس و گمان هیچ وقت دانا نخواهی شد. زمانی که دچار شک هستی، حقیقت را بگو.
همه برای خود ماه هستند و طرف تاریکی دارند که هیچ وقت به کسی نشان نمی دهند. بخشش عطری است که گل بنفشه روی پایی پخش می کند که آن را له کرده است. سعی نکن به یک خوک آواز خواندن یاد بدهی. هم وقت خودت را هدر می دهی و هم خوک را اذیت می کنی. ما در عمر خود نگران دشواری ها و سختی های زیادی هستیم که بیشتر آنها هرگز روی نمی دهد. آسمان هر کس به اندازه روشنی و تاری قلب او روشن یا تار است. وقتی جوان تر بودم همه چیز را به خاطر می آوردم. حالا می خواست اتفاق افتاده باشد یا نه. بزرگان به کارهای کوچک و بی اهمیت بسیار زود رسیدگی می کنند. میهن پرستی یعنی حمایت از کشورت تمام اوقات و از دولت کشورت تا وقتی که لیاقتش را دارد. شخصیت یک نفر را می تواند صفتهایی که از روی عادت در گفتگوها استفاده می کند شناخت. اگر حقیقت را بگویی نیازی نداری چیزی را بیاد بیاوری. باحال‌ترین چیزها ممنوع هستند. من متوجه شدم که هیچ راه مطمئن‌تری برای فهمیدن اینکه آیا مردم را دوست دارید یا از آنها متنفرید وجود ندارد جز اینکه با آنها سفر کنید. هرگز از انجام محبت امتناع نکنید، مگر اینکه این عمل آسیب بزرگی به خودتان وارد کند. و هرگز از نوشیدن آب امتناع نکنید تحت هیچ شرایطی. این با شکوه است که خودمان را آموزش بدیم، اما با شکوه تر این است که به دیگران آموزش بدهیم و کمتر درد سر بکشیم. سخت‌ترین قانون وجود ما رشد است. ترس از مرگ ناشی از ترس از زندگی است. کسی که به طور کامل زندگی می کند آماده است تا در هر زمانی بمیرد. مهربانی زبانی است که ناشنوا می تواند بشنود و نابینا می تواند ببیند. به هر روز این فرصت را بدهید که زیباترین روز زندگی شما بشود. شجاعت مقاومت در برابر ترس است. تسلط بر ترس است، نه عدم وجود ترس. با شجاعت جرأت می کنید که ریسک کنید، قدرت برای دلسوز بودن و آخرت برای فروتنی داشته باشید. شجاعت اساس درستی است. تمام چیزی که در این زندگی نیاز دارید نادانی و اطمینان است و در این صورت موفقیت حتمی است. دو روز مهم در زندگی شما وجود دارد. روزی که به دنیا آمدید و روزی که دلیل به دنیا آمدنتان را فهمیدید. کسی که کتاب نمی‌خواند نسبت به کسی که نمیتواند کتاب بخواند برتری ندارد. دوستان خوب، کتابهای خوب و وجدان خوابالود این زندگی ایدئال هستند. همیشه اقدام درست را انجام بدهید. این برخی از مردم را راضی و بقیه را متحیر خواهد کرد. مارک توین نویسنده و بزرگترین طنز نویس آمریکایی زمان خود بود. او نویسنده ماجراهای تام سایر و دنباله آن ماجراهای هاکلبری فین که از آن با عنوان رمان بزرگ آمریکا یاد می شود بود. ویلیام فاکنر از توین به عنوان پدر ادبیات آمریکایی نام برد. با اینکه او پول زیادی از نوشته ها و سخنرانی هایش به دست آورد، ولی در تجارت های پرخطری سرمایه گذاری کرد که باعث شد پول زیادی از دست بدهد. پس از گذشت 100 سال از مرگ مارک توین، خود زندگی نامه وی در آستانه انتشار قرار گرفت. او این خود زندگی نامه را در دهه آخر عمر خیش نوشته و خواسته بود که تا یک قرن پس از مرگش انتشار نیابد. در سال 2010 پس از گذشت این مدت اولین جلد این خود زندگی نامه منتشر شد. فروش کتاب از انتشار ناظر آن بسیار فراتر رفت. تا
تاریخ تولد 3 نوامبر 1835 آمریکا. تاریخ وفات 21 آوریل 1910 آمریکا. سپاس از همراهی گرمتان دوستان.